دیدم در صدا سیما دارن سعودی نشنال رو تهدید میکنم به بمب گذاری چی به حمله موشکی یعنی یه موقعی میگم ندید بدید وقتی که بدید به خودش برید یعنی حکایت این مجری توپل مبله تو خبه خدا به این بچه شیه تو زندگیش یه دونه موشک داده همه چی رو موشک درمانی میکنه به قول علی عبدی که از خودشونه یعنی هر کاری میخوام بکنم موشک بزنی موشک بزنی موش حالا خدا رو شد موشکات نه قدرت انفجاری آنچنانی داره نه دقتی نه تا الان تونسته خون از دماغ کسی بیاره که انقدر موشک موشک میکنید اگه واقعا یه چیزی بهتون داده بود کاری میتونستید بکنید چه غلطی میکردید ببینیم چی میگه فکر کنم شبکه اینترنشنال خیلی تمایل داره که به عنوان نقطه هدف موشک های نقطه زن ما قرار بگیره وقتی اینقدر بیهیایی میکنه یه ذره برگردن به گذشته همین سال گذشته که در واقع یکی از مراکز عملیات تروریستی در کردستان عراق بود که کمله های تروریست رو هدایت میکرد با موشک های نقطه زن زدیم مثل شبکه نشلار دنبال همچین فضایی هست که با بیهایی تمام چنین تجویز رو انجام بده خب ببین چقدر رقیحن رسما تهدید میکنه که آقا موشک بزنیم به ایران به سعودی نشنال اما من تا الان در تمام این سال واژه سعودی نشنال اولین بار من سال 2000 اصلا ببین سعودی نشنال 2016 تاسیس شد اولین نفری که گفت که این پولش از عرب ها میگیره دو نفری بودن که خودشون وابسته به عربستان بودن و اینا به خاطر که بالاخره میگن مهمون از مهمون خوشش نمیاد دیگه و هر دو چون از عربستان پول میگرفتن اومدن لو دادن که این رسانه از عربستان پول میگیره یکی آقای علیرضا نوریزاده بود که تلویزیون الفردا و برنامه پنجره رو به خانه ریاض سالهاست داره اجرا میکنه و یکی دیگه آقای حسن دایی بود بعد این دوتا اول و اطلاعات دادن و من واژه سعودی نشنال رو در ادبیات فارسی اختراع کردم چون من یه بخش قابل توجهی از این ادبیات های واجه هایی که در فضای سیاسی هست این تولیدات دو قول منه بخش قابل توجهی من تولید کردم مثلا واژه تولید کردم اما این رسانه به خصوص بعد زن زندگی آزادی و الان حتما کارش خیلی درسته که شماها اینجوری سوختید میگید بعد بهش موشک بزنید برای که جمهوری اسلامی تا این حد سوخته نسبت به این رسانه من از سال 2016 حتی الان بعد از داستان زن زندگی آزادی و اینا به این رسانه سعودی نشنال میگفتم دیگه از همین الان برای که توی بچه مذهبی رو بسوزونم از سال 2016 الان که 2024 هشت سال به این رسانه گفتم سعودی نشنال از همین الان دیگه یک مرتبه حتی یک بار از دهن من سعودی نشنال نخواهید شنید به این رسانه میگم ایران اینترنشنال ازش تشکر میکنم به خاطر اینکه با پخش این ویدیوهای مردمی و غیره و اخباری که داده بخش قابل توجهی از مردم ایران نجات داده از شما وحوش و پولش رو از عربستان میگیره پولش از الان اسرائیل میگیره از هر جا میگیره دیگه برای من مهم نیست و دیگه به این رسانه من سعودی نشنال نمیگم تا جور حالا تا پاره بشید دیگه خیلی میخواد تو صدا سیما نشستی میگی که بریم یک رسانه رو بزنیم حالا خوب خدا بهتون موشک داده اگه چیز دیگه داده بود چیکار بابا شما خیلی واقعا ب... حالا خوب ه... هیچ خون هیچ هم نیومده و این ساعت از وقاحت مرسی جناب محسن بابت استیکر اولین بارتون است بنابراین من از این لحظه دیگه به این رسانه سعودی نشنال نمیگم هشت سال واژه سعودی نشنال ورد زبان من بود حتی بعد از زن زندگی آزادی این رسانه حتما کارش درسته و البته من کارهای درستش هم دارم میبینم به هر حال داره اخبار پوشش میده پول از هر جایی هم میگیره نمیگیره به من دیگه مربوط نیست من صرفا دشمنیم با جمهوری اسلامیه این حکومت کشور ما رو گرفته و تمامی خیانت هایم اگر صورت بگیره توسط اپوزیسیون عاملش جمهوری اسلامیه فقط و فقط گرفتم رو شما بچه شیعیان از این به بعدم به این رسانه ایران اینترنشنال میگم تا جونتون در بیاد و دیگه از واژه سعودی نشنال بهره نمیگیرم